سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چه کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید بیگ ریاکشن ویدیو دیگه. آقا چه خبره؟ ملتفت سه تا آهنگ داده، یکی شاپور و فدایی، یکی شاپور، یکی خود فدایی، که ما یکیشو اینجا میریم دوتشو با هم لایف میریم که بعد از این ویدیو، چند دقیقه بعد از این ویدیو میبینید. میخوام بریم ما هم گوش کنیم ببینیم چه جوریه. پرودوسر کی میتونه باشه؟ مهدیار دیگه، آهنگساز و همه کارا پشت صحنه ملتفت مهدیاره. و آهنگی که خودتون درخواست داشتید که ما اول ریاکشنشو بریم الکی بود که میگید دیسه، و اونجوری که دارم همه جا میبینم خبرش اومده دیسه، هیپاپولوژیست و پوریه. مثل اینکه بریم ببینیم چه جوریه. اصلا قبل از هر چیز یاد بشه حتما کانال سابسکرایب کنی، اگر ویدیو خوشت اومد لایک کن و به اشتراک بذار ویدیو رو، اگه حال نکردی دیسلایک کن و دلیلشو بنویس، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با همین ریاکشن ویدیو رو داشته باشیم. تو پتون الکی پلکی می پلکی مچلین بی خبرین تو هچلین نمیشه فرجی من ادامی ابدی شاپور میاد خطری بیتا باتری کتابی قلمی دورت تو میزنیم قمری تورنادو بیتا باتری کتابی قلمی چی؟ یه جورایی داشت میگفت، فکر کنم به بچه‌ای که تو ایرانه داره اینجوری شروع میکنه که میگه شما حالیتون نیست چه خبره، و فکر میکنید یه فرجی میشه ولی نمیشه، ولی من یه ادامی ابدی که فکر میکنم برمیگره به این داستان که خب معترضیم به این شرطی که تو ایران هست و ابدی خواهیم شد به خاطر اینکه اعدام میشیم اینجا، اسممون جاودانه میشه. ادی شاپور میاد خطری بیتا باتری کتابی قلمی دورت تو میزنیم قمری تورنادو باز بچسبی کرکاتو قربان علم نشناختی ترکارو من درس میدم برگارو جدید اسممو شنیدی من پیر بازیم ست تا مار سمی سر بریدم زیر آستینم ساکت مار اینجا تو آستینا بود سر بریدیم، یعنی همه اونایی که میخواستم بزنن ما سر بریدیم. یه اشاره هم به ترکیه، ترکی گفت چیکار به ترکا داره. تورنادو هم که این حالت گرد باد دیگه، تورنادو باز به چسبی کرکاتو انقدر ریزی این بده. شنیدی من پیر بازیم ست تا مار سمی سر بریدم زیر آستینم ساکت واسه رفت دادم به ریاضت تن میزنم تو فکت بشه قیافت کچ کارامو کم کنی تازه زیادم هست من نقش اولم الباقی سیالش کرد. Wait a second. واسه رفت دادم به ریاضت تن میزنم تو فکت واسه رفت دادم یا دادن بذار ببینم دادم واسه اینکه یه جو کشون کارمون چیزه غیر مجاز و اینا ریاضت کشیدیم دیگه تن دادیم به ریاضت زیر آستینم ساکت واسه رفت دادم به ریاضت تن میزنم تو فکت بشه قیافت کچ کارامو کم کنی تازه زیادم هست من نقش اولم الباقی سیالش کرد. میگه کارامو کم نیست که زیادم هست، فکر کنم اینجوری داره میگه که طوری که ما داریم کار میکنیم واسه این مارکت زیاده، یعنی از سر مارکت زیاده اینجوری، چون واقعا کارشون کمه، یعنی تعداد کاری که داره از شاپور اینا میاد کمه، شاید هم خبر از آینده است. کارامو کم کنی تازه زیادم هست من نقش اولم الباقی سیالش کرد الک میشن الکی ها میمونن رو الک تو سطل آشغال ذهن ها میلولن تو کپک پتت رو آب ریخته میشه پس زور نزن الکی خیابون جنگل واسه خودت گور نکن عوضی خیابون جنگل واسه خودت گور نکن عوضی کی؟ جنگل آسال تو چه؟ همه اونایی که میگن گنگ 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 ده 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 بچه خیابونی ده میشه پس زور نزن الکی خیابون جنگل واسه خودت گور نکن عوضی با خاک نمیشی مگه میشه کوه و خاک بگیره مثل یه ماهی اسکلیت که تو رو خواب ببینه نه به سیبیل نه به این جنگ و گولی ها آجی مثل ماهی که تو رو خواب ببینه، یعنی اصلا دنبال چی؟ اون اوج آرزوتون رویاتون اصلا اسکلانه است. اوکی یه ماهی اسکلیت که تو رو خواب ببینه نه به سیبیل نه به این گنگ و گولی ها این بزک تو زکانون آب نمیشه الکیه الکی نه به سیبیل نه به این گنگ چیزه کیم سیبیل که پوری داره گنگ چیز چی یا نکنه داره دو دسته میکنه رپو میگه نه به اون سیبیلی ها نه به این اینجوری ها آب نمیشه الکیه الکی هرچی ازشون میبینی الکیه الکیه آجی یه جورایی دیس آله، یعنی همه بچه‌ای که تو ایرانن داره یه جورایی میگه به نظر من تا همین جاش هرچی ازشون میبینی الکیه الکیه الک الکی جدی و زیرو بکشم جلوش میرخص عربی اوه الکیه الکی هرچی ازشون میبینی الکیه گفت چیز کنم میرخص عربی یه جورایی ریتم عربی شد دیگه فکر کنم با این اینجوری غیر میدن صدای اون برحال چی میگن؟ چی میکشن؟ این اسمش یادم رفت
اونو که میکشن اونو کشید و رفت اون حالت حالا بیا عربی اوزیو بکشم. میرقصین عربی دیگه اینا که حالا اوزیو گلاگ و اینا میخونن، چون ندیدن منظورش اینه دیگه. درک کن علکیه علکیه هرچی ازشون میبینی علکیه علکیه علکی جدی اوزی رو بکشم. کل میکشید، کل اسمش یادم اومد، کل روش میرخص عربی راشی تو کمین کافیه بدونه گیریم گیریم تابلو نشو چهرتون بدونه گیریم وسط پیشونی تو تاریکی نشونه میریم. اوه حاجی اسنایپر مخفی میبسه با گیریم ست بازی کردی، گیریم یعنی گیریم که نفهمیدی اون حالا بعد گیریم اوکی بکشم جلوش میرخص عربی راشی تو کمین کافیه بدونه گیریم گیریم تابلو نشو چهرتون بدونه گیریم وسط پیشونی تو تاریکی نشونه میریم. نمیمونه پشت لبت یه دونه سیبیل دیرو به الف با تلفن میگفتم سرت سلامت که اینجا سر یه سره میپیچنم و یه سره الف کیه؟ الف هوداد ما میشناسیم، الف کارداد. الف کیه؟ راجبش هم تو آلبوم حق خونده بودن، همون اونو میگه الف، منظورش همون الف تو حقه. دیرو به الف با تلفن میگفتم سرت سلامت که اینجا سر یه سره میپیچنم و یه سره دو در بازی هنر از سر طرف میزنن جلوشو فدایی سپرش آب و شمشیر دولبه نقد و سند دارم فدایی سپرش اینا به فدایی میزنن سپر ملتفته، منم شمشیر ملتفت دلیل دیستادن شمشیر ملتفت. الان قدیم شمشیر ملتفت فدایی بود، هیچکس سپر بود و هیچکس میزنن فدایی جواب میداد، الان بازی برعکس شده، فدایی شده سپره مثل هیچکس قدیم، شاپور شده شمشیره مثل فدایی قدیم، شکل جدید ملتفت. اوکی سر طرف میزنن جلوشو فدایی سپر شاپور شمشیر دولبه نقد و سند دارم مثل نقل و نباتی و دیدی رئیس تو خریدم چون حقیقتا بیمونم تو بهشت کفر و خلاف میشاشم رو چکفیت زد و بند و زورگیری دولتی رو نبینم پلایی نکش نگیر فاز چمران. این حمید صفت بود دیگه، چون حمید صفت یه آهنگ خونده بود به اسم چه که راجع به چمران صحبت میکرد، سیسی چمران نشاله و اینک و فلان و اینا که تو مصاحبه هاشم تعریف میکرد، میگفت چمران ها فراموش شدن و اینها، یه اشاره به اون داستان کرد و زد و بندم که لیبل پوریناست. اوکی زد و بند دولتی، اوکی همسو شد یکم با چیسیه، با سروش، کجا سروش رو زده؟ زد و بند و زورگیری دولتی رو نبینم پلایی نکش نگیر فاز چمران، تو سیس بز نگی که بالا سر نیام با یک قصاب با اون یارو جاسویی چیتم میخوای کف خزر پیداش نکنن چند تا قواس. اون یکی رو با اون یکی جاسویی چیم کاغان رو میگه که بندازیمش اونجا که قباسه بخوام پیداش کنن تو خزر، بچه شمال هم دیگه گوت هم که برحال یا به معنی تحت و لفظی بوز که میگه تو هم فاز گوت نگیر که قباس بیاد بالا سرت، قواس که نه قصاب بیاد بالا سرت، اون یکی هم بندازیم اونجا که قواسا برن پیداش کنن تو خزه. اوکی بابا چیکار، چرا همه رو؟ حالا درسته کاغا میومد توی توییتر فوش میداد به مهدیار اینها، ولی سروش از ملتفت هم حتی یکی دو بار استفاده کرد تو استوریاش و اینها، تو آهنگاش همیشه ارادت داشت به هیچ کس، نمیدونم شاید به خاطر اونه، ولی حالا حمید صفت اینا رو هم بتونیم درک کنیم، بقیه رو چرا؟ اون یارو جاسویی چیتم میخوای کف خزر پیداش نکنن چند تا قواس چکانه این ولی اورجینال نیست، نمیدونم مهدیار فکر نمیکنم نشنیده باشه این چچچقال، یکی دیگه قبلا گفته بود که خودتونم میدونید کیه، یا نمیدونم یا یه کدیه که یه همکاری شاید، یا نمیدونم ندیدم، ولی اورج نیست، این استفاده شده بود قبلا پیداش نکنن چند تا قواس علکیه 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 هرچی ازشون میبینی علکیه 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 علکی جدی و زیرو بکشم جلوش میرخص عربی علکیه علکیه هرچی ازشون میبینی علکیه علکیه یه پاس بزنیم نخوریم کپی رایت علکیه بریم علکی جدی و زیرو بکشم جلوش میرخص عربی. اینجا هم که خب شنیدیم علکی رو با هم، نمیدونم من یا زیادی هایپ شدم یا انتظار من از دیس ملتفت کشنده تر است، یعنی دیسی که میاد کشنده تره. حالا طبق اعلامی که خودش تو آهنگ داشت اصلا توضیح هم داد که چرا قدیم فدایی جواب میداد شمشیره
برنده ای بود، چون هیچکس به نوعی سپر و الان اوضاع برعکس شده، یعنی الان گنده رپر ملتفت فدایی هست و شمشیر برنده شاپور. در کل باحال بود، ولی اون برندگی که ما انتظار داشتیم از اون شمشیره که خب فدایی بود قبلا مشخصا نبود. یعنی اون تم دیس بده وحشیانه ملتفت که واقعا رنده کنه نبود. خب مشخصه دیگه استعداد بازیه تو ملتفت شاپور و خب فدایی پیر این کاره، واقعا خیلی وقته تو این داستان هست و اینها، و بنابراین اون انتظار دیسی که داشتم و اون هیاهویی که توی فضای مجازی من دیدم واسه این آهنگ نداشت واسه من، و اون حسی که مثلا دیس فدایی می اومد من الان رو دیوار بودم، گرفته بودم سخو میدونی اینجوری. ولی اوکی مثلا، و نفهمیدم دلیل دیس دادن، یعنی دلیل این همه تیکه به همه چگونه است، حالا یعنی چرا دلیلش چیست. ولی تو ورس اول که ما مشخصا داشتیم میدیدیم رپرهای داخل ایران، مشخصا نسل جدیدی که فکر میکنن که اینجا میتونه جای خوبی به شما آزاد بشیم، ما نزدیکیم به اون داستانی که من راجبش صحبت کرده بودم چند بار، و اینکه به نظر میاد خیلی ها قراره برن رو استیج و خیلی چیزا داستان رپ عوض بشه داخل کشور مرزهای ایران، و یه جورایی تیکه به اونا بود و میگفت شما هم یه جورایی داشت، چون من یاد هیچکس انداخت، هیچکس میگفت ما اون موقع فهم کنیم درست میشه، حالا گفتیم مثلا برید به روحانی رای بدید و اینا، ولی توهمه. اینجا میگه شما هم الان دارید همون اشتباه رو میکنید، توهمه، گرچه که از اسم هیچکس استفاده نکرد، ولی منو برد تو اون مسیر که فکر میکنم درسی هست که گرفته از اون حرکت هیچکس، که شما فکر میکنید قرار اینجا همه چی بسوزه اینا، ولی نه، شما توی یک دریایی هستین که این دریای ایرانش و اینجا یه صیادهایی داره که مشخصا کی هست، و شما میخواید اینجا برین رو استیج، مثل این ماهی اسکلی میمونه که میخواید برید آرزوش، رویاش، خوابش اینه که بره تو تور، ببین ما رو بگیرید ما مثلا با شما زد و بند کنیم که ما بریم مثلا رو استیج. و من گفت تعین هیچی نیست، البته که خب تاش لحاظ شاید بعضی چیزها چیزی نباشه، ولی از لحاظ خیلی چیزها هم چیزی هست. اینو نمیتونم درست کامل توضیح بدم چون ممکنه برداشتایی بشه، برداشت خودتون از این داستان آزاد بشه. خلاصه ورس یک مشخصا به این شکل بود، ورس دو واسه آب و تاب دادن و این بازی از چندین اسم استفاده شده بود. امضای مهدیار اما تش داشتیم که اومد اون کاگانا بزن، که امضایی بود که ما دیدیم قبلا، یعنی چیز نوعی نبود، شاید نشنیده بود و فکر میکرد که آقا الان یه خلاقیت باحال دیس خود مهدیار به کاگان بود، چون کاگان بارها اومده بود توییت زده بود نمیشه بود تو مهدیار مثلا شب بخیر اینا اونجوری، که خب این اورجینال نبود، ما قبلا شنیده بودیم توی یه دیس ترک دیگه، شاید هم به اون اشاره داشت که مثلا یا اشاره به اون داشت یا کد همکاری بود یا ندیده بود یه کدوم از این ستاست، و یا شاید هم خوشش اومده بود برداشته بود، نمیدونیم. ولی این گونه بود که می‌خواست جواب کاگان رو بده، و ولی تیکایی که ما از ملتفت، ما همیشه انتظار داریم ملتفت وقتی میاد دیس میکنه، مخصوصا حالا فدایی، حالا قدیم هیچکس که حالا مستقیم خیلی البته دیس نمیداد، یه چیزایی میزد که عام اون حرفا رو نمیزنن و بعد اون لفظ میشد، میدونی، اما چیزایی که ما اینجا شنیدیم و همه دارن میگن، یعنی زد و بنده رو که سروش گفته بود مدلشو توی کاراش، حالا به بچه‌ها که حالا چی زد و بند می‌کنید مثلا فلان و بهمان، قسمت گوتر هم که خیلی‌ها گفته بودن، حالا گفت قصاب میاد، اونا یه جورای دیگه گفته بودن، ولی مشخصا یه سری تیکایی بود که همه میندازن. کاگان هم جا سویچیه دیگه، تو توییتر و اینور اونور همه جا این بازی یا مسخره کردن قد کاگان همه گفتن، میدونی، انتظاری که من از یک رپر لیریکال مثل شاپور که توی ملتفته و مهدیار پشتش دارم اینه که دست روی چیزایی بذاری که همه نمیذارن. تو ورسکی کم این کارو کرد، کلمه بازیاش هم جذاب بود، اما تو قسمت دوم که دیس خیلی ها بود ما اینو نداشتیم و تیکه هایی بود که دیگه همه انداختن، این تکراری بود به نوعی، بنابراین من لذت نبردم اونجوری که، یعنی انتظاری که به هر حال از ملتفت ساخته شده نزد اون لیمیتش، اون حدش، اون پایین ماینامون نرسید به اوجش. و این آهنگ هم آهنگ نبود که اونقدر کچی باشه، اون داستان الکی هم، کانسپت کارم اون هم تکراری بود، یعنی ما مثلا میریم بلیت رو میشنویم امانی یه دیسک، کانسپتش اصلا میدونی، یا فاتحه، کانسپتیه که زیاد نیست و واقعا داره فاتحه میخونه اون تو،
متوجه چی دارم میگم؟ کانسپت الکی هم که دیدیم دیگه، این داستانی که اصلا میگن نسل 4 مثلا بچه‌ها همه گنگ دختر دختر الکی الکی فاز فیلم بازی، اینا همین الکیه دیگه، میدونی مترادف همون به نوعی که، یعنی کارهای شما واقعیت نیست. این هم کانسپت تکراری بود که این باز از براوکس ملتفت انتظار نمیره، گرچه که سه تا ترک بود اینم گذاشته بودن شاید یه هایپی یه چیزی یا معرفی شاپور به عنوان این داستان و باز کردن بعضی از داستانها، یعنی فدایی نیومد بگه چرا من همیشه پشت در می اومدم، اینجا گفتن، گرچه که تو اون یادگاری یه ریز گفته بود، ولی اینجا واسه سیاست ما اینجوری اصلا برای همین سه نفریم شاید. و به جز اینها که چیزا اینجوری بود، آهنگ اون آهنگی نبود که مخصوصا لیریکالی من از ملتفت انتظار دارم که پشمام بریزه و پشمام نریخ، ولی آهنگ خوبی بود. میگیری چی میگم؟ این از این دمش کردم بهشون، خسته نباشید. میگم نظر شما چی بود حتما توی کامنت ها بنویسید. مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، یادتون باشه یکم دیگه لایویم، یعنی این ویدیو رو که دیدید احتمالاً نیم ساعت 40 دقیقه یه ساعت بعدش لایویم، پس بیدار باشید که یه لایو سوسکی بریم، دو تا آهنگ فدایی رو می‌خوایم با هم لایو ریاکشن بریم، یه کار سخت لایو ریاکشن فدایی رو بریم. خلاصه دمتون گرم، لایک و سابسکرایب این داستانو یادتون نره. تا ویدیو بعدی امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه. سی یو سون.